الان در منطقه حجاز در حال باید بگیم اتمام هست، چون انجامش با سرعت شکل گرفته و با توجه به اینکه درصد پیشرفتی که از این طرح تا الان گزارش شد بسیار امیدبخش است و امید داریم که بتوانیم انشاءالله تا سال آینده شاهد بهره برداری این طرح بزرگ که مخازن عظیمی برای شرکت نفت ایجاد میکنه در ذخیره سازی نفت و حتی صادرات نفت. ما باید از بازارهای خودمون در اوپک و سهمیه که داریم استفاده بکنیم و به عنوان یک مزیت نسبی، بدون اینکه تلاش باشه که حتما صادرات نفت در بودجه مصرف بشه، ولی این یک ثروت ملی هست، ما باید اون رو به دارایی‌های دیگه و زیربناها تبدیل بکنیم. خوشبختانه این مخازنی که الان اینجا در سطح 10 میلیون بشکه در حال احداث هست میتوان اون طرح استراتژیک بزرگ رو برای ما داشته باشه، به ویژه اینکه ما از خلیج فارس هم الان فاصله گرفتیم و در ساحل دریای عمان داریم این ذخیره سازی رو انجام میدیم، ضمن اون اهمیتی که خلیج فارس و تنگه هرمز برای ما و برای جهان و برای بازار نفت داره، ما غیر از اون داشتن یه پایگاه دیگری به عنوان مخازن بزرگ ما از نظر صادرات آتی به ما کمک خواهد کرد. به همین جهت این رو هم به ملت بزرگوار ایران تبریک میگم که با همه مضایقی که محاصره اقتصادی توسط دشمنان تلاش شد برای این ملت تحمیل بشه، ولی الحمدلله مدیران ما و دولت مردان ما این طرح استراتژیک رو الان دارن به پایان میرسونن و انشاءالله دیاری پروردگار به عنوان یک ظرفیت ملی در عرصه‌های جهانی قابل رقابت باشه.